هنوز میتونیم کامنت ها رو ببندیم؟ بله میتونیم. بنابراین بریم سرم میخوای از این شکلک هم بزنیم، برق بزنه، نمیدونم ستاره بیاد، گوش بزن. خیلی خوب، یه مقدار فکر کردم تقریبا از یک ساعت پیش که این مبحث انقدر گسترده است که آقا توی 10 دقیقه یه رو من چی بگم؟ چون خیلی سوال پیش میاد، بارها هم در موردش صحبت کردیم. مثلا یک سری از مباحث رو توی دوره کودک درون بهش میپردازیم در مورد روح، یک سری رو توی فکر میکنم حفاظت انرژیکی میپردازیم، ولی اینقدر گسترده است که ساعتها باید در موردش صحبت کرد، کما اینکه مکاتب مختلف و خرد باستان، حالا در شاخه های مختلف بگم، بنا به جای جای کره زمین دیدگاه های متفاوتی دارن که تقریبا میشه گفت در نهایت به یک مفهوم میرسن، اما با مدل های مختلفی بازش میکنن، تفسیرش میکنن. من نمیخوام وارد جزئیات قضیه بشم، چون که اگر وارد جزئیات بشم و نیمه رها کنم، آسیب زیادی به آگاهی شما میزنم. باید مطلب رو کامل بگیری. یکی از دلایلی که من در تمامی کلاس هام از خیلی 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 پایه شروع میکنم و همیشه میگم تعاریف و باز تعاریف بسیار مهمند، همینه. روح هم یکی از هموناست که واقعا باید باز تعریف بشه. ببین، هیچ مکتب و آیینی نیست، هیچ دینی نیست که در مورد روح حرف نزده باشه، اما بسیاری از مکاتب، میتونم بگم تمام مکاتب، سلسله مراتب داره اطلاعات، و آن چیزی که ما عوام میشنویم معمولا همون سطح اوله که عین یه آب نبات چوبیمونه میدن دست بچه دلش خوش، یعنی میذاره گوشه لپش رو میک میزنه صداش دیگه در نمیاد. اینا در میگم در جای جای کره زمین، در تمامی قبایل و مکاتب و خردهای کهن از هزاران سال پیش تا الان همین مدلی بوده. یعنی اگر اون آدمه از اینایی باشه که یه چیزی مثلا بدون کفایتش میکنه، یه تعریف کلی براش بوده، این تعریف کلی رو گفتن به همشون دیگه، ولشون کردن، بعد رفته سراغ دیگه اون اطلاعات سطح بندی شده، لایه بندی شده، جزئیات، اصطلاحا میگن تکنیکالش، دیگه در دسترس عوام نبوده و فقط به افراد خاصی این خرد منتقل می شده. حالا مشهوره به خرد سینه به سینه، یک بخشی از خرد سینه به سینه مربوط به همین مباحث تکنیکال هست. حتما تکنیکال مربوط به مهندسی و نمیدونم ریاضیات نیست، هرچند که این بحث کاملا مهندسیه، مهندسی روح، مهندسی کائناته، ولی اون خرد سینه به سینه یا اون اصطلاحا بهش میگن اینیشییت، کسایی که پذیرفته میشدند برای اینکه در یک مسیر خاصی طی طریق بکنن و غیره، یواش یواش باز دوباره شروع میکردن بهشون اطلاعات دادن، میگفتن ببین اون روح که گفته بودیم همتون شنیده بودین، بریزش دور، اینو گوش کن، این شکلی. بعد دوباره یه مقدار با این تعریف جدید خو میگرفت، یاد میگرفت، عادت میکرد، نمیدونم یه چیزایی رو دریافت میکرد، گفت آها اینجوریه، میرفت جلوتر، یه لول بالاتر، یه مرحله بالاتر، چند سال تجربه، مدیتیشن، مراقبه، فلان و بیزار. این جفتش یکی، مدیتیشن و مراقبه. بعد میگفتم ببین اونی که گفتیم درسته ها، ولی بذارش کنار، اینو گوش کن. باز دوباره یه مرحله، باز دوباره یه مرحله تا انتهای کار. بنابراین وارد اون جزئیات مشخصا نمیشیم الان، از یک دیدگاه بسیار خاص میخوام در مورد روح صحبت کنم و
ممکنه خیلی ساده باشه از دیدگاه شما، ممکنه بسیار پیچیده باشه، نمیدونم. پیشنهادم اینه که هر آن چیزی رو که میدونی، بسیار هم محترمه، آگاهی که تو داری به هر حال بخشی از این جهان هستی است، ولی برای همین 10 دقیقه یه رو یه دقیقه بذارش کنار و به فکر دنبال جواب گشتن تو سرت نباش، به فکر قضاوت کردن چیزایی که میشنوی نباش. این پیشنهاد منه، حتی خودت میدونی. بذار این 10 دقیقه یه رو رو بدون فیلترهایی که از قبل داشتی بشنوی، بعد فیلترها رو ورده بذار، ببین میخوای بپذیری این شکلی هم هست یا نه. باز دوباره انتخاب با توه. خب روح، موقعی که داری اطرافت رو نگاه میکنی، حواستو میبری به این پاک کن. این پاک کن اینجاست، تمام آگاهیت میره به این پاک کن، قشنگ متمرکز میشی. بعد آگاهی تو ور میداری، ما آدمیم کلی هم محدودیت داریم دیگه، آگاهیمون رو میبریم به این کتاب، متمرکز میشی. آگاهیمون رو ور میداریم میبریم به این دفترچه یادداشت، آگاهیمون رو ور میداریم میبریم به این خطکش، آگاهیمون رو ور میداریم میبریم به نمیدونم این خودکار. تو اون لحظه‌ای که آگاهی تو در این جسم هست، میتونیم بگیم که بخشی از وجود تو در این جسمه، چون داره تجربهش میکنه، چون داره بررسیش میکنه، چون داره ارزیابیش میکنه، چون باز دوباره تکرار میکنم داره تجربهش میکنه. تو آدمی، نه اون آدم ابوالبشره که خدا بهش تبریک گفته، اون مدلی نه، حالا حالا راه داری اون مدلی بشی، ولی یک انسان هستی و یک سری محدودیت ها داری، یک سری قابلیت ها داری. فرض کن که این قابلیت ها رو از این محدودیت ها رو از تو بگیرن، یعنی عوض این که در آن واحد تو فقط روی یک شیء بتونی متمرکز باشی، روی 100 تا شی بتونی متمرکز باشی و 100 تا رو با هم تجربه بکنی، یه ذره ماجرا عوض میشه، نحوه نگرش تو عوض میشه. حالا بازم محدودیتات کمتر میشه، روی 1000 تا شی متمرکز میشه. محدودیتات کمتر میشه، روی 1,000,000 تا شی، چیز، موجود، زی وجود متمرکز میشی. و کل الاجمعین از بیخ نامحدود میشی، بدون هیچ گونه محدودیتی. بنابراین در آن واحد میتونی روی هر آن چیزی که وجود داره متمرکز باشی. آگاهی اون چیزه، یعنی اون آگاهی تو که روی اون چیز هست، متعلق به اون الان، به خاطر اینکه اون گرفتتش که تو تجربهش بکنی. اون روحه. از دیدگاه اون، نه از دیدگاه تو، از دیدگاه تو که تو که تویی. من الان روی 2,000,000,000 تا چیزم متمرکز باشم، من منم، تمرکزم روی همه ایناست، تمرکزم روی این کتاب و پاک کن و مداد و خط کش و اینا حالا همزمانه، من تغییری نکردم. ولی این پاک کنه در دیدگاه من یه روحی داره که با من در ارتباطه و اون تجربه رو داره به من منتقل میکنه. تمرکز من روی اون. یه مثالی خیلی قبلا زدم، دوباره میزنم. یک نقطه
یک نقطه رو تجسم کنید، یک نقطه نور، یک فوتون رو تجسم بکنید. مثلا فوتون ها، فوتون فیزیکی رو نمیگم ولی مثلا فوتون رو در نظر بگیرید، ذرات تشکیل دهنده نور رو دارم میگم، یک لکه نور، یک ذره نور رو تجسم بکنید که در فضایی نامحدود قرار داره. باز این فضا رو اینجوری در نظر بگیرید که فضای فیزیکی نیست، که یه ور بره برسه به خورشید، یه ور برسه منظوم شمسی خارج شه. در یک کلمه فضا نمیدونم به جاش میتونم چی بذارم، ولی اینجوری در نظر بگیرید که هیچ چیزی وجود نداره. اصطلاحا بهش میگن void، یعنی توهی، یک فضای لایتناهی خالی. که این نوره اونجاست، این نوره چون اینجا هیچی نیست، هیچی نیست یعنی فیزیکی نیست، غیر فیزیکی، هیچی نیست، این نوره است و خودش فقط. بنابراین هیچ قانونی هم وجود نداره براش و خودش میتونه برای خودش هر کار دلش میخواد بکنه. تصمیم میگیره که حرکت کنه و تصمیم میگیره که با سرعت بی نهایت حرکت بکنه. ببین وقتی میگم سرعت، ذهن تو میگه خب بیشترین سرعتی که ما میتونیم تجسم بکنیم مثلا سرعت نوره، این سطح فیزیکیه، من با این کار ندارم. موقعی که هیچ قانونی وجود نداشته باشه، بنابراین سرعت بی نهایت وجود داره، فضای بی نهایت وجود داره. حالا اینو در نظر بگیر که تو یک قاب، مثلا فرض کنیم این یک قابه، از این فضای بی نهایت رو داری میبینی. یعنی یه قاب میذارن جلو چشم توی شاهد، میگن این فضای بی نهایت که اون نوره با سرعت بی نهایت داره حرکت میکنه توش، رو این قاب رو نگاه کن. چی میبینی؟ من یه لحظه چت رو وا میکنم، به من بگید چی میبینید. تو از یه قابی اون فضای بی نهایت رو که اون نور با سرعت بی نهایت داره حرکت میکنه رو داری میبینی، چی میبینی؟ هیچی. آره. یه ذره فکر کنید بچه ها، لکه نور وجود داره و داره حرکت میکنه، بنابراین جاش میمونه. هر نقطه‌ای رو که تو نگاه میکنی، چون سرعت بی نهایت داره، تو اون نقطه وجود داره، بنابراین تو یک صفحه کامل از نور میبینی، نه هیچی. اون سرعت بی نهایته، هر جایی از این صفحه ممکنه وجود داشته باشه، بنابراین تو هر جایی رو که نگاه کنی نور هست. فهمیدین چی شد؟ خط نیست، حجمه، تمام سفر رو در بر میگیره، همه جا روشن دیده میشه. بله، خب الان گفتم واسه. حالا یه تعریف اونجوری گفتم که از دیدگاه این پاک کنه روح چیه، یه دیدگاه از تعریف این نوره دارم بهت میگم. این نوره با سرعت بی نهایت داره حرکت میکنه، از توی این قاب تو هر نقطه‌ای رو ببینی روشنه، در صورتی که فقط یک نقطه نوریه، ولی چون سرعت بی نهایت داره همه جا حضور داره. در تک تک اون نقاطی که وجود داره یک تجربه‌ای وجود داره و اون تجربه روح. اما همه اینها با هم چیان؟ یه دونه نقطه نورن. All همه is هست one، این نقطه هست.
All is one. این تعریف اون قانونه که همیشه در موردش صحبت کرد. و one این نقطه نوره یه دونه. Is all. همه چی. یعنی روح من، روح تو، روح هر زی وجودی. من اصلا کار با موجود زنده ندارم. زنده بودن یا نبودن دلیل بر روح داشتن یا نداشتن نیست. هر چیزی که وجود داره در کل آفرینش، فیزیکی و غیر فیزیکی، دلیلی برای وجودش هست، علتی برای وجودش هست. هر علتی را معلولیست. بنابراین از این نقطه نوره که با سرعت بی نهایت داره حرکت میکنه درش وجود داره. اون نقطه نوره که درش وجود داره روحه. تو الان یه چیزی یاد باید بگیری، باید فهمیده باشی که با این دیدگاه هیچ چیزی از دیگری جدا نیست، همش یکیه، فقط تمرکز داره تغییر میکنه. الان تمرکز اینجاست، بعد تمرکز اینجاست، بعد تمرکز اینجاست. الان تمرکز در این جسمه، بعد تمرکز در اون جسمه، بعد تمرکز در یه جسم دیگه است. این روحه. این یک تعریف بسیار جامع، از لحاظ تکنیکال بسیار میشه خوردش کرد در سطوح مختلف، در لایه‌های مختلف، در فرکانس‌های مختلف، در جهان‌های مختلف. منظورم جهان‌های موازی نیست، فرکانسیه قاعدتا، تا برسه به اون یک، تا برسه به خود اون منبع. ولی خب ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که بخوایم الان بازش بکنیم. ولی اینجوری میتونی ببینی که همه چیز یکیست و یکی همه چیز، و هر جایی که آگاهی تو باشه تو میتونی اون اتصال رو، اسمشو بذاری روح، بخشی از خدا خداوندگار در من، در تو، در این لیوان، در این کتاب، در اون کتاب، در این میز و در هر چیز دیگری در این عالم وجود داره که بهش میگیم روح یا جوهره درونی. از دیدگاه من جوهره درونی با روح چندان فرقی نمیکنه. نمیگم کاملا یکی هم، چون جوهره درونی خودش ماجرا داره، ولی از روحه. در مکاتب مختلف جوهره رو چندین بخشش میکنه، ولی همونه، چیز دیگه ای نیست. جوهره درونی روح. جوهره درونی از کجا اومده؟ از اون یک مطلق، از خدا خداوندگار، از واحد، از یگانه. و ما تنها چیزی رو که فکر میکنیم از همه چیز اعلاتره، بالاتره، زیباتره، کاملتره، بزرگتره، مقدستره، اون یک واحده. حالا با توجه به اون که اون یک واحد هیچ قانونی برش اعمال نمیشه و با سرعت بی نهایت همه چیز رو همزمان داره تجربه میکنه و بخشی از تجربهش منم و بخشی از تجربهش این قاشقه و بخشی از تجربهش این کتابه و بخشی از تجربهش تویی، چه تجربه ای هستی؟ و با این دیدگاه که تو اون تجربه هستی، تو اون لحظه هستی که داره بهت تمرکز میکنه، ولی چون اون قابلیت داره رو همه چیز همزمان تمرکز کنه، همه چی هست، من نیستم که فقط رو این کتاب باشه هیچ چی دیگر رو نبینم، همه چی همزمان هست. واسه همینه که میگه کن فیکون، اراده کرد بشود و شد، چون هیچ قانونی برش اعمال نمی شده، زمان و مکانی نداشته. دو تا نکته اینجاست. یک، تو که اون تجربه ای، تو که اون پاک کنه ای برای اون، تو که اون خودکار و مدادی، تو که اون آدمی برای اون، چه تجربه ای هستی؟ چجوری داری خودتو نشون میدی؟
دو، از اون ور نگاه کن که تو ذره ای از اونی، از اون یک مطلق. آیا بسان یک مطلق رفتار میکنی؟ آیا به این جوهره درونت اعتنا میکنی؟ تحویلش میگیری؟ باورش داری؟ میدونی که هست؟ میدونی که اگر عمیقاً بهش باور کنی، معجزه روال عادی زندگیته؟ چون تو اونی، چون تو از اونی، از اون یک مطلق، از اونی که فقط اراده میکنه و میشه. ولی چون خودش اراده میکرده و میشده، تجربه ای به وجود نمی آمده. تجربه مشمول زمانه، یعنی تا زمان وجود نداشته باشه چیزی به نام تجربه وجود نداره. بنابراین هبوط میکنه، یک شاخه از این نور رو میفرسته پایین، فرکانس رو کم میکنه، صدا رو میاره پایین، تا در زمان قرار بگیره. حالا میتونه تجربه کنه چون زمان وجود داره. نمیخوام هی پیچیده‌اش کنم، هی چهار تا جمله میگم بعد میگم لیزر برگرده. این دو تا دیدگاه یادت باشه. تو از یک مطلقی چجوری داری رفتار میکنی؟ چجوری داری خودت رو به عنوان یک تجربه نشون میدی؟ به هر حال بد و خوب نداری. برای اون یک مطلق، یگانه مطلق، خدا، خداوندگار، چیزی به نام بد و خوب نیست. همش خودشه، همش خودشه. اونایی که میگن این سیاهیه، اون شیطان، این فلانه، اینا رسما به دوگانگی، سگانگی یا چندگانگی اعتقاد دارن، نه به خدای مطلق. اینا اسمشون خدا پرسته. اگر یگانه مطلقه، یگانه است، یه دونه است. شیطان چیه؟ نیروهای تاریکی چیه؟ یه دونه است، چیزی بیرون از اون نیست. تو هم توشی. پس تو نمیتونی بگی بد وجود داره، خوب وجود داره. تو میتونی قضاوت بکنی این بده، اون خوبه، این سیاهه، اون سفیده. اون مشکل خودته، اون تجربه روح توه که همین تجربه رو برمیگردونه طبقات بالاتر، همینجوری بره تا برسه به اون یک. ولی همش یک. قبلا این مثال هم میزدم، یه بادکنک رو در نظر بگیر. این ملکول های هوا که توشن، مهمه که کجای این بادکنک باشن، مهمه که به کدوم سمت حرکت بکنن، مهمه که وایسن، تکون بخورن یا چی؟ نه، این بادکنک همه چیزه و تمام ملکول ها هم توشن. مثل ما، اصلا مهم نیست من تو چی کار میکنی، توی این یگانه هستی، چیزی بیرون از اون نیست. هرچی بیشتر شبیه اون جوهره درونی، اون یگانه مطلق رفتار بکنی، که رفتارش از بدو تجربه تا همین الان عشق مطلق بوده، زندگی لذت بخشتری داری. و بالعکس، تجربه مال توه، اون که خارج از بعد زمان و مکان. همش نوره، همش تجربه نوره. و اگر تاریکی نبود، چیزی به اسم نور معنی نداشت. دنبال بد و خوب نگردید رفقا، دنبال نیروهای شیطانی و نیروهای فرشته ها اینا. من نمیگم کار نکن، برو با فرشته ها کار کن، برو هر کار دلت میخواد بکن، ولی بفهم که همش یکیه. یه دیدگاه دیگر رو هم میگم و بحث رو میبرم سمت جای دیگه. توی بدنت میلیاردها میلیارد سلول وجود داره، از ناخون انگشت کوچیکه پات گرفته تا فرق سرت، درون و بیرون. سطح پوستت، استخونات، رگ و پیت، خونت، اعضای درونی، هر کی هم داره یه کاری میکنه، وظیفه داره، همشون یه وظیفه‌ای دارن که تو درست شدی.
من چت رو وا میکنم، بعد سوالمو میپرسم، میخوام این سوال منو جواب بدید. آیا شما به عنوان دارنده و صاحب تمام این میلیاردها میلیارد سلول درون و بیرون خودت هر روز به همشون سر میزنی، حال همشون رو میپرسی و تک تک وظایفشون رو بررسی میکنی، یا بهشون اختیار دادی و به خاطر اختیارشون آزادن که کارشون رو انجام بدن و به وظیفهشون برسن و تجربه تو و خودشون و اطرافیانشون رو کامل کنن؟ کجال نوشته نه همیشه نه هر روز، یعنی یه روزایی مثلا تو میری سراغ سلول فلانوم مثلا تحالت باهاش صحبت میکنی که نه هر روز و نه همیشه. پرشنگل تو دونه دونه یه سلولاتو یعنی چند میلیارد دونه دونه چک میکنی با یوگا؟ یه ذره فکر کنید، خواهش میکنم جواب بدید. اینو پرسیدم که بهش فکر بکنی، نپرسیدم که جوابت رو بدم، ولی جوابتون مشخص واضح. رفتی هم به سالم بودن نداشت که، خدا رو شکر، خدا رو شکر که سالمی، ولی من سوال رو نپرسیدم که بگین سالمم یا نه، سوال پرسیدم که یه ذره آگاه بشید نسبت به یک سری مسائل. خیلی بذار ببینم که چی رو میخواستم بگم دیگه. حالا بقیهشم بگم. پس جوهره وجود، روح، توانایی تو، به هر حال یک سری محدودیت ها داریم آقا، نداریم؟ چرا داریم؟ زمان، مکان و خیلی محدودیت های دیگه. ولی با توجه به همه این محدودیت ها، اگر که یاد بگیریم و به جهت مثبت نگاه بکنیم در تمامی اتفاقات، میبینیم که قابلیت هامون خیلی بیشتر از محدودیت هامونه. ما بیشتر از محدودیت ها استفاده میکنیم که خودمون، تنبلیمون، کار نکردنمون رو توجیه بکنیم، تلاش نکردنمون رو توجیه بکنیم، بندازیم گردن بقیه، بندازیم گردن محدودیت ها، بندازیم گردن پدر و مادر، بندازیم گردن پول نداشتن، بندازیم گردن ایرانی بودن، بندازیم گردن یک چیز دیگه. در صورتی که اگر دنبال مقصر نمیگشتیم یا نگردیم، اگر دنبال اتصال به این کهن الگوی قربانی نباشیم که قبلا در موردش لایو دادم، برید لایو پول و معنویت رو ببینید، بچه های حفاظت هم در موردش صحبت کردیم، منظورم حفاظت انرژی که میگم، حفاظت اطلاعات رو نمیگم، بچه های حفاظت انرژی که هم مفصل در این زمینه صحبت کردیم، میبینی که نه، تو خیلی 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 تواناتر از اونی هستی که خودتو زدی به مشمردگی، هی دنبال مقصر میگردی که هیچ کاری نکنی. بعد یواش یواش جوهره درونی میگه خب مثل این که این داره یه کارایی میکنه، بذار یه حالی بهش بدیم. این اون ایگوه توه، اون بخش زمینی توه. مهم اینه که تو میخوای چه تجربه‌ای بکنی، ولی بدون که درس‌هایی رو که انتخاب کرده روحت، اینقدر میای و میری تا پاس کنی. خودت میدونی به نظر من
زودتر پاس کردنشون مسیر رو هموارتر میکنه. سوالی دیروز یا پریروز فکر میکنم پریروز پرسیدم مبنی بر این که شما کدام یک هستید چرا؟ من الان جواب دادم تلویحاً، نه مستقیما، هیچی یا همه چی، ولی سوال رو از دیدگاه دیگری هم میخوام بررسی بکنم و جواب 3-4 تا سوال بدم و بریم خونه هم. چند تا کامنت؟ 690 تا کامنته. ممنونم از همکاریتون، واقعا بسیار سپاسگزارم، لذت بردم. نمیگم همه رو خوندم ولی 300-400 تا رو خوندم حداقل. اون چیزی که مد نظرم بود رو هیچ کس ننوشته بود، لزومی هم نداره بنویسه. دیدگاه ها متفاوته، تجارب متفاوته، اما دیدگاه هم این بود. من هیچی هستم وقتی از دیدگاه خرد صحبت میکنم. هیچی نیستم، هیچی در مقابل عظمت، در مقابل هر آن چیزی که در کل آفرینش، در کل کائنات، فیزیک و غیر فیزیک وجود داره. من دائما تکرار میکنم فیزیک و غیر فیزیک، به خاطر اینکه آموزه های این چند ده ساله گذشته اونقدر ما رو محدود کرده که وقتی میگیم هر چیزی که در این جهان وجود داره، یاد سیاره ها و ستاره ها و اینا نهایتا کهکشان ها میافتیم، در صورتی که اینا هیچی نیست در مقابل آن چیزی که وجود داره. فیزیک و ولش کن اصلا، 1%. وقتی از دیدگاه خرد و آگاهی، اون آگاهی مطلق، اون آگاهی، اون یگانه مطلق که باعث خلق همه عالم شده، فیزیک و غیر فیزیک، مینگریم، ما هیچی نیستیم. هیچی. ما در حد هنر کنیم همین پاک کنه ایم توی همون یه لحظه‌ای که داره به ما توجه میکنه. ولی دقت کنیم پاک کنه رو، همیشه کارشو داره انجام میده. آقا میکشی رو مداد، پاک میکنه، متمرکزه. آیا تو هم متمرکزی؟ پس از دیدگاه خرد، ویزدم، ما هیچی نیستیم. ولی از دیدگاه عشق، ما همه چیز هستیم و بدون ما کل آفرینش ناقص بود. هر معلولی را علتی است. من، تو و تمام آن چیزی که میبینی معلول علتهایی هستیم و اون علتها خودشون معلول علتهایی هستن تا بر میگرده به یک مطلق که بی علت و سراسر از عشق همه چیز رو آفریده. و این تجربه سراسر غرق در عشقه. من نمیگم غرق در نوره، میگم غرق در عشقه. و از دیدگاه عشق، من، تو، این پاکون، این لیوان، این دوتا بال پشت سر من، این دکمه، این لباس، همه اینها با هم دیگه هدفی داریم اینجا، وظیفه‌ای داریم. و اگر این وظیفه رو نداشتیم، وجود نداشتیم. و با ما کل این عظمت کامل میشه، یک میشه، اون یک مطلق میشه. یعنی تو فرض کن اون یک مطلق شده 100 تا چیز، یه دونه اون 100 تا تویی. اگر تو رو ورداریم از این 100 تا، اون یک ناقص میشه، پس یک دیگه نیست. پس تو باید باشی که اون یک باشی. بفهم چقدر مهمی و بفهم چه عشقی پشت آفرینش تو بوده و تنها هدفش هم اینه که تو مثل خودش این عشق رو تجربه بکنی. از دیدگاه خرد ما هیچ چی نیستیم، ولی از دیدگاه عشق همه چیز.
در همین چند جمله محدود که صحبت کردم اگر سوال دارید، فلانی رو تایید میکنی و فلان کتاب خوبه و فلان اینا رو نه، خواهش میکنم در همین زمینه روح، عشق، خرد اگر بتونم پاسخ میدم. نه در مورد ماده محض عاری از هوشیاری صحبت نمی کنم الان. هیچ وقت اینجا صحبت نخواهم کرد. عشق رو توضیح بدم؟ این همه گفتم الان. صفر کیه؟ اگه یعنی چی صفر کیه؟ واقعا یعنی چی؟ تمرکز بر روی عشق از مسیر قلب میسر می شود. ندای درون، صدای روح. من منظورم از عشق دقیقا همون حرفیه که الان زدم. شما هر جوری که دوست دارید میتونید برداشتش بکنید، محدودش بکنی. آها بذار من دوباره یه لحظه این چت رو ببندم. من بارها در این زمینه صحبت کردم، در مدیتیشن اشاره میکنم بهش، الان دوباره بهش میپردازم. یه دونم ویدیو چند دقیقه‌ای در موردش داریم تو صفحه، مثلا 4 5 ماه 6 7 ماه پیش. عشق، این شین قاف، علاقه شدید قلب. عشق به ذات بدون قید و شرط، عشق به ذات بدون قید و شرط، همون جوری که خدا خداوندگار بدون قید و شرط همه چیز رو خلق کرد. و اگر تو ادراکی از بدون قید و شرط بودن عشق نداری، اشکالی نداره. انقدر تجربه های مختلف باید کسب بکنی تا بفهمی بدون قید و شرط بودن یعنی چی. ولی الان یه نفر نوشت عشق یعنی عشق به پروردگار، این یعنی قید و شرط. عشق رو محدود کرد به پروردگار. پروردگار چیه؟ من 2 ساعت دارم روزه میخونم از بالای همین منبر که همه چیز حتی این خودکار بخشی از پروردگاره. پروردگار چیه؟ عشق بدون قید و شرط یعنی هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه محدودش کنه. و اگر تو در تعریف خودت عشق رو به چیزی، کسی، جایی یا هر شکلی محدود میکنی، اون دیگه اسمش عشق نیست، علاقه است، دوست داشتنه، تهش میرسه به خودخواهی. عشق به فلان آدم یعنی محدودش کردی به فلان آدم. چرا؟ دوستش داری؟ نه؟ پس خودخواهیه. من کار ندارم خودخواهی بده یا خوبه، اون یه مقوله دیگه است. عشق اصلا عشق، عاشقی صفته، تموم شد. عاشق چیاکی یعنی گذاشتن محدوده روی مفهوم کلمه عشق. عشق به پروردگار. پروردگار چیه؟ پروردگار یه چیزی رو ابرا نشسته بقیه جزوش نیست؟ ادراکتون نسبت به پروردگار رو عوض کنید، خیلی مهمه. هر گونه محدودیت روی کلمه عشق گذاشتن داره تعریف رو تغییر میده. تعریف عشق بدون قید و شرط، کسی یا چیزی محدودش نمی کنه. و تو برای اینکه بفهمی چیه باید بتونی به قلبت گوش کنی.